میده بهروز باشه. دوست دارم بهروز. مرسی جواب دادیم، ممنون که این جلسه رو برگزار کردیم. برای دوستانی که ممکنه توی فیلم این رو ببینن، من یه خلاصه خیلی کوتاهی بگم، چون ممکنه که نبینن این دو گروه ماهیتشون چیه و چه مرکز پایی دارن. گروهی که الان شهرام معرفی کرد که من هم جزوش هستم، هیئت مدیره کنگره است. کنگره ایرانیان کانادا هر سال انتخاباتی داره، در اون انتخابات اعضای کنگره رأی‌گیری میکنن و یک سری کاندید رو به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب میکنن. هیئت مدیره هر سال انتخابات داره، ولی دوره کار هر مدیر دو ساله، یعنی هر سال یک تعدادی از اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب میشن و تعدادی از سال قبل برای یک سال دیگه به وظیفه‌شون ادامه میدن. هیئت مدیره کنگره که در حقیقت وظیفه‌اش اجرا و رسیدن به اهداف کنگره هست، یکی از وظیفه هایی که یکی از وسیله هایی که برای رسیدن این اهداف بهش استفاده میکنه تشکیل کمیته هاش. یکی از این کمیته ها کمیته پالیسی دیولپمنت یا کمیته سیاست گذاری هست که در ابتدای سال این کمیته شکل گرفت و تعدادی از دوستان که اینجا هستن توی اون کمیته حضور داشتن. اون کمیته 8 جلسه برگزار کرد، توی 8 جلسه مسائل متعددی رو از جمله مسئله اساسنامه رو مد نظر گرفتن و تصمیماتی رو نیز توی اون 8 جلسه گرفتن. به دلیل اینکه این جلسات در ابتدای کار به تمامی اعضا باز بودند، ما به این نتیجه رسیدیم که چون اعضایی که جدید هستن و وارد این جلسات میشن و سابقه کار رو نمیدونن و نمیدونن جلسات قبلی چه اتفاقاتی افتاده، سرعت کار بسیار کم شده و یکی از صحبت‌هایی که شد که در حقیقت الان من شکلگیری زیر کمیته بازنگری اساسنامه رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم، توی اون جلسات یکی از صحبت‌هایی که شد که آقای شمس هم که پشت دوربین هستن حضور داشتن، این بود که برای این مسئله چون یه مسئله تکنیکالیه و واقعا اعضا و حضاری که توی اون جلسات هستن باید یه آرامش خاطری داشته باشن و باید وقوف و اشراف به مسائلی که تو جلسات قبل مطرح شده داشته باشن، تصمیم گرفته شد که یک زیر کمیته بازنگری اساسنامه اونجا تشکیل بشه. این زیر کمیته یه مقداری ماهیتش با کمیته سیاست گذاری فرق داشت، از این لحاظ که کمیته سیاست گذاری درش به همه باز بود، زیر کمیته درش باز نبود. دوست عزیزمون آقای شمس یکی از افرادی بودن که به عنوان اولین صداها به یک همچین موضوعی اعتراض کردن و گفتند که وقتی ما یه مسئله به این مهمی رو داریم بهش رسیدگی میکنیم، چطور میشه که ما موقعیت رو بیایم از یه سری از اعضای کنگره بگیریم و نذاریم که اونجا حضور داشته باشن. در جواب با آقای شمس صحبتهایی که شد این بود که این دوستانی که توی این زیر کمیته کار میکنن قرار نیست تصمیمی بگیرن که برای نهاد الزام آور باشه، قرار نیست تصمیمی بگیرن که قرار ابلاغ بشه به هیئت مدیره یا به اعضا و اجرا بشه، و در نتیجه اگر یه گروهی از افراد میخوان دور هم جمع بشن و با همکاری با همدیگه یک پیشنهادی رو یا یک بسته پیشنهادی رو به هیئت مدیره بدن، واقعا هیئت مدیره در مقامی نیست که بخواد جلوی این رو بگیره. و حتی بحث از این درباره این موضوع شد که اگر دوستان دیگه‌ای هم هستن که علاقه‌مند هستن و گروهی دارن که فکر می‌کنن میتونه به صورت مستمر روی این موضوع کار بکنه، میتونن اون رو خودشون تشکیل بدن و بیان پیشنهاداتشون رو به هیئت مدیره بیارن. بلافاصله بعد از این اتفاق آقای شهرام تابه محمدی که یکی از دوستان خوب منه و در بازنگری اساسنامه در سالهای گذشته نقش بسیار فعال داشته و واقعا اشراف داره به مسائل اساسنامه و آشنایی داره، رو من انتخاب کردم به عنوان مسئول زیر کمیته بازنگری اساسنامه. هنگامی که من ایشون رو انتخاب کردم، من از هیئت مدیره اجازه برای این کار نگرفتم. یکی از مسائلی بود که با خودم بهش فکر کردم که آیا من برای این کار اجازه هیئت مدیره رو احتیاج دارم یا نه، یا من فقط میتونم آقای تابه محمدی رو انتخاب کنم و بعداً به هیئت مدیره گزارش بدم. برای اینکه قاعده کار ما این بود که تصمیماتی که داخل این زیر کمیته گرفته میشه، تصمیماتی نیست که به هیئت مدیره یا به کنگره الزام آور باشه،
و فقط جنبه یه بسته پیشنهادی رو دارند، من تصمیم گرفتم که این تایید هیئت مدیره برای این کار لازم است. بنابر اون توی جلسه بعدی هیئت مدیره من در اعضای هیئت مدیره اعلام کردم که آقای شهرام تاب محمدی مسئول زیر کمیته بازنگری اساسنامه شدن که بلافاصله با اعتراض تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره مقابل شدن. در اون جلسه من همین استدلالی که الان به شما گفتم رو به اعضای هیئت مدیره گفتم، علاوه بر اون بهشون گفتم که شما خیالتون باید راحت باشه به خاطر اینکه اون کاری که توی این زیر کمیته در انجام میشه در دو سطح در حقیقت بازنگری خواهد شد. داخل کمیته سیاست گذاری یک دور فرصتی خواهد بود که ما بتونیم به این مسائل رسیدگی بکنیم و بعداً اعضای هیئت مدیره هم فرصت خواهند داشت که دوباره به این موضوعات رسیدگی کنند. از این رو من و پافشاری کردم که اگر ما نذاریم این گروه افرادی رو انتخاب بکنه که با هم راحت هستند، این گروه نتوانست کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه جو فقط جو متشنجی خواهد بود که اعضا با هم دیگه دعوا میکنن. نمونه جلسات متشنج اونجوری رو زیاد دید. از این رو من از آقای تاب محمدی تقاضا کردم که تک تک اعضای زیر کمیته رو خودشون انتخاب بکنن و واقعا هم انتخاب ایشون رو قبول داشتم. افرادی که انتخاب شدن خصوصیت‌های بسیار جالبی داشتن، از جمله اینکه از طیف‌های مختلف جامعه ما بودن، افرادی بودن که فعالیت کرده بودن، واقعا قابلیت داشتن و اون اسامی رو وقتی که کنار هم ما می‌دیدیم واقعا اون خودش یه زیبایی خاص خودش رو داشت. من در جلسه بعد اسامی رو اعلام کردم و من در جلسه بعد اسامی رو اعلام کردم و دوباره از اون استدلال استفاده کردم که واقعا این افراد فقط دارن روی یه بسته پیشنهادی کار میکنن. اون قضیه گذشت و حدود جلسات متعددی توسط زیرگروه بازنگری اساسنامه برگزار شد. توی اون جلسات من اعتقادم این بود که من تا جایی که میتونم به عنوان کسی که مسئولیت کمیته سیاست‌گذاری رو بهش داده بودن نباید توی کار این زیر کمیته دخالت زیادی بکنم. باید واقعا به این دوستان اجازه بدم که به صورت یه گروه و یه تیم به مرحله‌ای برسن که بتونن کار رو به صورت که نتیجه بده انجام بدن. و برای همین همیشه دور ایستادم. هیچ موقع من به آقای تاب محمدی یا هیچ کدوم از این دوستان نگفتم که شما باید تاریخ جلساتتون رو به من اعلام بکنید یا اینکه باید قبل از اینکه جلساتتون رو اجرا میکنید حتما به من موضوعاتی که داخل جلسات هست رو مطرح بکنید. حتی با وجود اینکه توی یکی از جلسات کمیته سیاست گذاری این موضوع به رأی گذاشته بود و مشخصاً که اتفاقاً فیلمش رو آقای شمس گرفتن و مشخصاً تصمیم گرفته شده بود که مسئله اهداف به هیچ وجه امسال بهش دست زده نشه، من به گوشم رسید که این دوستان برنامه دارن که بعد از این مسئله روی مسئله اهداف کار بکنن. باز هم حتی من سکوت کردم و گفتم فعلا تشنج ایجاد نکنیم که بتونن کار خودشون رو انجام بدن. بعد ما به مرحله‌ای رسیدیم که این محصول داشت به فرم نهایی خودش می‌رسید. جلسه‌ای داشتیم که جلسه زیر کمیته سیاست‌گذاری بود و جلسه هیئت مدیره بود. با هم دیگه جلسه برگزار کردیم. توی اون جلسه سعی کردیم یک مقداری ما هم دیگه رو به هم دیگه نزدیک‌تر بکنیم و روی برنامه‌ای که توی چند سبای آینده با هم دیگه داریم توافق بکنیم. در اون جلسه یکی از افرادی که در مورد اهمیت ایندیپندنس و استقلال این زیر کمیته صحبت کرد خود من، دوستان دیگری هم صحبت کردن، ولی این استقلال به هیچ وجه به نفع نحوی که من مطرحش کردم به هیچ وجه استقلال تام نبود. تنها استقلالی که من اونجا سعی کردم ازش دفاع بکنم این بود که مسائلی که مطرح میشه توسط زیر کمیته از دید من باید هیئت مدیره تنها زمانی تغییرات درشون اعمال بکنه که واقعا اونها رو خطا می‌بینه. خطا از دید من اون موقع این بود که مسئله که به عنوان مثال باعث میشه آینده نهاد به خطر بیفته.
بعدها مشخص شد که این خطا دیدهای مختلفی روش وجود داره. در انتهای اون جلسه مسئله استقلال به هیچ وجه رأی خودشون نگرفت، یعنی افراد دیگه داخل هیئت مدیره، اکثریت هیئت مدیره در حقیقت مخالفت کرد با این استقلال، و نکته ای که اکثریت هیئت مدیره مطرح میکرد نکته بسیار واردی بود. نکته این بود که ما به عنوان اعضای هیئت مدیره طبق قانون اونتاریو و قانون کانادا مسئولیت حقوقی داریم برای اتفاقاتی که اینجا میفته، و این منطقی نیست که مسئولیت حقوقی روی دوش کسی باشه یا نهادی باشه که هیچ گونه نقشی توی اون اجرای کار نداشته، به خاطر اینکه کاملا غیر منصفانه خواهد بود اگر دوستی اینجا کاری انجام بده که من هیچ گونه نقشی نداشته باشم درش و مسئولیت حقوقی اون کاملا روی دوش من باشه. در اون جلسه ما یک زمانبندی رو با هم دیگه صحبت کردیم و روش توافق کردیم. علت اینکه من میگم توافق کردیم این بود که اعتراضی بهش نشد. فرض من بر این بود که توافق کردیم. این زمانبندی توضیح میداد که ما اگر بخوایم مجمع عمومی رو در می برگزار بکنیم مینیمم باید ما یک ماه زودتر این متن اساسنامه نهایی رو برای اعضا بفرستیم. قبل از اینکه ما متن نهایی رو بفرستیم شخصی، وکیلی یا گروهی باید اون متن رو تهیه کرده باشند طبق دستوراتی که هیئت مدیره و زیر کمیته به هر نتیجهشون دادن، و اون متنی که تهیه شده باید توسط هر دو گروه مرور بشه تا متوجه بشیم که این وکیل واقعا همون خواسته های ما رو در اساسنامه گنجوند. صحبتی که شد این بود که ما مینیمم دو هفته لازم داریم برای اینکه این دو تا گروه بتونن این مسائل رو مرور بکنن و به وکیل دوباره ازش تقاضای تغییرات دیگه‌ای بکنن اگر لازم. یعنی در حقیقت ما از اواسط ماه اپریل میرسیم به اول ماه اپریل. اول ماه اپریل باید ما دریافت کرده باشیم از اون وکیل که دو هفته فرصت داشته باشیم این رو مرور بکنیم. اون وکیل یا اون گروهی که میخواد اینو بنویسه، ما با هم حساب کردیم که مینیمم دو هفته باید وقت داشته باشیم. کسی اعتراضی به این نکرد. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که مارچ 15 اون وکیل باید بشینه پشت میزش و مرور بکنه و شروع بکنه به کار کردن روی اون مسئله. برای اینکه مارچ 15 اون وکیل شروع بکنه به نوشتن اساسنامه، ما باید جواب پرسشنامه‌مون رو گرفته باشیم از اعضا و بتونیم اون جواب رو با هم دیگه توی دو تا گروه آنالیز بکنیم. در نتیجه صحبتی که کردیم این بود که ما مینیمم هم دو هفته لازم داریم که اون جوابا رو با هم دیگه آنالیز بکنیم. یک هفتهش جلسه یه زیر کمیته باشه، یک هفتهش هم جلسه بورد یا با هم دیگه. رسیدیم به اول مارچ. یعنی اول مارچ جواب پرسشنامه باید به ما میرسید که ما به این زمانبندی برسیم. برای اینکه اول مارچ جواب پرسشنامه به دست ما برسه، با خودمون فکر کردیم که مینیمم این پرسشنامه باید دو هفته دست اعضا باشه که فرصت کافی داشته باشن که این رو پر بکنن و ما هم بتونیم این رو تبلیغات لازم رو براش بکنیم که اعضا در شرکت بکنن. از این رو به این نتیجه رسیدیم که این پرسشنامه‌ای که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم 15 فوریه باید برای اعضا فرستاده بشه. این زمانبندی بود که ما توی اون جلسه با هم روش توافق کردیم. یکی از نکاتی که مطرح شد نکته برگزاری جلسه مشورت با اعضا بود، و در اون مقطع زمانی صحبتی که داشت می‌شد این بود که جلسه برگزاری جلسه مشورت با اعضا حول و حوش اواسط فوریه قرار بود انجام بشه. دوست عزیزم آقای احمدی صحبتی که کردن این بود که اگر ما می‌خوایم 15 فوریه این پرسشنامه رو برای اعضا بفرستیم، ما نمیشه که جلسه مشورتمون با اعضا موضوعش سوال‌های پرسشنامه باشه. یعنی موضوعش این باشه که این سوال‌ها به چه نحوی باید طراحی بشه. موضوع باید اصل مطلب باشه، چون در اون مقطع اساسنامه دیگه دست اعضای پرسشنامه و دارن پاسخ میدن بشه. ما بعد از اون جلسه متاسفانه به دلایلی که توی بسیاری از نهادهای غیرانتفاعی دیگه اتفاق میفته از برنامه که روش تصمیم گرفته بودیم عقب افتادیم، و در نهایت دوشنبه این هفته هیئت مدیره تا ساعت 11:30 شب نشست روی این ماجرا کار کرد و تغییرات نهایی خودش رو داد. تغییرات نهایی یه مقداری مهمه راجبش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه یکی از مسائل اصلی اختلاف الان اون شیوهیه که این تغییرات اعمال شد.
کمیته زیر کمیته بازنگری اساسنامه، اگر من اشتباه نکنم اونجوری که از دوستم آقای تاب محمدی من شنیدم، زیر کمیته بازنگری اساسنامه در اون مقطع با خودش این تصمیم رو گرفته بوده که هیئت مدیره فقط یک جلسه فرصت خواهد داشت که این پرسشنامه رو مرور بکنه و نظراتش رو بیاد به زیر کمیته بده، و هنگامی که نظراتش رو به زیر کمیته داد، زیر کمیته آزاده هر کدوم از اون نظرات رو اعمال بکنه و یا اینکه نکنه، و حتی دیگه زیر کمیته مسئولیت این رو نداره که اون نکات رو، تغییراتی که روی اون متن رو داده، به هیئت مدیره اعلام بکنه. این تصوری بود که داخل زیر کمیته بازنگری اساسنامه وجود داشت. از روی زیر کمیته بازنگری اساسنامه بعد از جلسه مشترک هیئت مدیره و زیر کمیته با این تفکر بیرون اومده بودن که ما الان استقلال تام داریم، و متنی که به هیئت مدیره فرستاده شده بود هم این برداشت رو داشتن که این متن حتی متن نهایی نخواهد، یعنی هیئت مدیره نهاد آخری نخواهد بود که این رو مرور میکنه. چرا؟ چون بعد از حدود 10 روز بعد از اینکه هیئت مدیره نظراتش رو اعمال کرده بود، برای اولین دفعه جلسه مشاوره با اعضا برگزار شده بود که هدفش این بود که دوباره اون صورت مسئله ها و سوال های پرسشنامه تغییر بود. هیئت مدیره از اون طرف با خودش فکر میکرد که نه، این نمیتونه صحیح باشه. اول سال که ما این زیر کمیته رو تشکیل دادیم و به من خورده گرفتن، در آقای آموزگار اول سال که ما اینو تشکیل دادیم، شما اومدی به ما گفتی که نه، فقط یه بسته پیشنهادی میخوان به ما بدن و خیالتون راحت باشه، لازم نیست ما حساسیت بیش از حد نشون بدیم در مورد این گروه. و چی شد که ما به این مقطع رسیدیم؟ از کجا ما متوجه شدیم؟ دفعه دوم، سری اول که ما تغییراتمون رو اعمال کردیم، به زیر کمیته اعلام کردیم، من در جلسهشون شرکت کردم، سکوت کرده بودم در جلسه روی مسائل تا تصمیم گیری خودشون رو بکنن، و هیچگاه من توی جلسات زیر کمیته هیئت بازنگری اساسنامه رأی ندادم. توی اون جلسه فقط سکوت کردم، نظرات رو شنیدم و البته شاید نظر خودم دادم ولی توی رأی گیری شرکت نکردم. اون نکات رو من بردم به هیئت مدیره چند روز بعد، شاید 3 یا 4 روز بعد من بردم به هیئت مدیره و به دوستان اعلام کردم، و اون مسائل رو دوباره نشستیم با بچه‌ها صحبت کردیم که هیئت مدیره که زیر کمیته این تغییرات رو داده. از جمله زیر کمیته تغییرات جدید هم داد، یعنی تغییراتی داد توی اون پرسشنامه که سری اولی که به هیئت مدیره فرستاده شده بودن اون تغییرات توش وجود نداشت، یعنی مسائل جدید مطرح شده. از جمله من به دوستان هم در ایمیلی که براشون فرستاده بودم و گزارش خودم رو داده بودم از بازنگری هیئت مدیره، و هم در جلسهشون بهشون گفتم که ما فرصت نکردیم که بخش‌های توضیحی این پرسشنامه رو هنوز مرور بکنیم. این پرسشنامه برای دوستانی که اطلاع ندارن 2 گزینه داره هر سوالش، بلافاصله بعد از اون یه پاراگرافی هست که توضیح میده چرا گزینه اول خوبه، و یه پاراگراف دیگه هست که میگه چرا گزینه دوم خوبه. این موضوع میتونه بحث برانگیز باشه، به خاطر اینکه اگر توضیحاتی که به نفع گزینه اول مطرح شدن قوی‌تر و استدلال قوی‌تری مطرح شده باشن، خب میتونه رأی دهنده رو نظرش تغییر بده. در چه بسیار مهمه که هر کسی که میخواد مهر تاییدش رو روی این پرسشنامه بزنه، اون توضیحات رو هم مرور بکنه. و این مسئله کاملا به دوستان گفته شده بود، یعنی حداقل سوء تفاهم باید توی این مقطع میبینید که ما این توضیحات رو مرور خواهیم کرد. روز دوشنبه همین هفته ما این مرور رو انجام دادیم تا ساعت 11:30 شب. تمامی اعضای هیئت مدیره که فعال هستن توی اون جلسه حضور داشتن و تونستیم به یه متن نهایی برسیم. فردای اون روز متاسفانه در فیسبوک متوجه شدیم که پستی توسط آقای تاب محمدی گذاشته شده که 2 مطلب رو مطرح میکنه. یکی، نسخه قبلی پرسشنامه رو اونجا چاپ کردن. نکته دومی که میگن که 5 روز بعد ما جلسه مشاوره عمومی داریم در مورد بازنگری اساسنامه.
ایمیل های متعدد از طرف هیئت مدیره شروع شد که جریان چیه؟ تا 11:30 شب دیشب داشتیم کار میکردیم، چطور نسخه‌ای که ما کار کردیم چاپ نشده و چطور جلسه مشاوره عمومی داره برگزار میشه که ما اطلاع نداشتیم. در مورد جلسه مشاوره عمومی من باید بگم که دوستان به جلسه مشاوره در جلسهشون اشاره کردن، من چون توی ریز و بم کارشون نبودم من نمیدونستم که اون جلسه جلسه مشاوره عمومیه. دوست من آقای احمدی داخل جلسه هیئت مدیره یکی از مسائلی که مطرح کردن این بود که آیا جلسه مشاوره عمومی وجود داره؟ این اگر اینطوره باید برای اعضام فرستاده بشه، که من گفتم من نمیدونم جلسه مشاوره هست، فکر نمی کنم عمومی باشه و از این رو نباید نگرانی داشته باشیم. من با آقای تاب محمدی تماس گرفتم و ازشون تقاضا کردم که این پست رو بردارند تا اینکه ما بتونیم با هیئت مدیره صحبت بکنیم و با زیر کمیته بازنگری صحبت بکنیم و این سوء تفاهمی که پیش اومده رو به هر نحوی که میشه به نحو مسالمت‌آمیز حلش بکنیم. آقای تاب محمدی نکته‌ای که من مطرح کردن این بود که هیئت مدیره دیگه حق نداشته که این رو بخواد مرور بکنه و من گفتم که از دید من یه همچین موضوعی صحیح نیست و همچنین راجع به مسئله مشورت با اعضا من گفتم که واقعا همچین چیزی پذیرفتنی نیست که یه اتفاق بسیار مهم به این مهمی که بعد از 9 سال از آغاز این نهاد مهمترین سند این نهاد داره تغییر میکنه و ما جلسه مشاوره عمومی بذاریم که ایمیلش به اعضا نرفت. اینجا ما 1200 عضو داریم. این موضوع فقط در 2 صفحه فیسبوک چاپ شده. من توضیح دادم که توی فیسبوک شما یه عده‌ای که روی اون صفحات نوتیفیکیشن رو خاموش نکردن می‌بینن اینا رو. یه عده دیگه نمی‌بینن و نحوه‌ای که این صفحات رو من گرفتن این بوده که من و شما دوستان عزیز رفتیم دوستانمون رو اضافه کردیم. واقعاً ما هیچ مقیاسی نداریم که بدونیم این صفحات فیسبوک چند درصدشون اعضای کنگره هستن و چند درصد اعضا نیستن. این در حقیقت ماهیت اصلی اختلاف من. پیشنهادی که برای مسیر پیش رومون دارم اینه که بیایم بپذیریم که واقعا این یه سوء تفاهم بود. بیایم برگردیم به ابتدای کار که این قضیه شکل گرفت و یادمون بیاد که اون موقعی که شکل گرفت صحبتی از این استقلال نبود. حتی اگر ما به این استقلال اعتقاد داریم هیچ موقع این استقلال به صورت یه قرارداد بین زیر کمیته بازنگری اساسنامه و هیئت مدیره شکل نگرفت. یه عده‌ای از ماها واقعا سعی کردیم داخل هیئت مدیره تا جایی که بتونیم این کار رو انجام بدیم و خوشحالم که به اطلاع بینندگان برسونم که واقعا این زیر کمیته استقلالی داشته که در تاریخ نهادهای غیر انتفاعی فکر می‌کنم بی سابقه باشه. این زیر کمیته تمامی جلسات خودش رو هر موقعی که خواسته برگزار کرده، صورت جلسات خودش رو بدون اینکه اول بیاد از هیئت مدیره تاییدیه بگیره روی فیسبوک منتشر کرده، برنامه‌های مختلف گذاشته که در طی اون حتی با رئیس‌های هیئت مدیره قبلی تماس گرفته، با اونا رو دعوت کرده. واقعا این زیر کمیته به عنوان یه نهادی که زیر یکی از کمیته‌های کنگره تشکیل شده به نظر من استقلالی مثال زدنی داشته. ولی الان به نقطه‌ای رسیدیم که صحبتی که داره میشه اینه که توی ایران به این صورت میگفتن، میگفتن موقعی که میخواستن دیگه حرف رو تمام میکنن میگفتن اخبار یه بار، یعنی تموش، یک بار فرصت داشتی نظرتو بدی، این راوند گذشت، نظرتو دادی، تموش دیگه من با شما صحبتی ندارم. و چیزی که من دارم میگم اینه که این شیوه برخورد صحیح نیست. حتی اگر یه سوء تفاهم وجود داره که بله ما فقط اجازه صحبت یه بار داشتیم، وقتی که الان این زیر کمیته همین روز یه شنبه برنامه داره که بره از اعضا نظرشون رو بگیره و نظرشون رو اعمال بکنه، چطور از هیئت مدیره اومده این حق رو گرفته؟ بحث conflict of interest یا تعارض منافع پیش میاد که بحث بسیار جالبیه. بحث اینه که وقتی که شما داخل هیئت مدیره هستی روی موضوعاتی که میتونن داخل اساسنامه تغییر پیدا بکنن شما تعارض منافع دارید. چرا؟
چون مثلا که من که توی هیئت مدیره هستم و به هر دلیلی یه عده‌ای فکر می‌کنن با جناح خاصی همسو هستن، شاید بخوام من تغییراتی رو اونجا اعمال بکنم که این جناح دیگه‌ای که من طرفدارش هستم بهش کمک بشه، و در نتیجه از این رو دوستان میگن که منطقی نیست. به نظر من جواب این خیلی ساده است. جوابش اینه که اولا قانون وظیفه هر مدیری میدونه اینو که خودش رو از موقعیت تعارض منافع دور بکنه، و اگر واقعا موضوع خاصی وجود داره که روش تعارض منافع وجود داره، این باید مطرح بشه، علتش باید گفته بشه و از اون مدیر باید درخواست بشه که کنایه‌گیری کنه و رأی نده. نکته دوم اینه که ما موضوع خیلی کلی نکنیم. بیایم ببینیم اصل قضیه چیه. تفاوت ما سر دو تا سوال. یعنی ما دو تا سوال رو خواستیم حذف بشه که زیر کمیته بازنگری نخواسته اینا حذف بشه. سوال اولش اینه که ما تعداد اعضای هیئت مدیره رو از 9 تبدیل بکنیم به 7. علت‌های مختلفی راجع به این مطرح شد. من یکی از علت‌های اصلیشو میخوام بهتون بگم. یعنی یه علتی که مطرح شد توی اون جلسه و همه فهمیدیم که این میتونه رو آینده این نهاد تأثیر بذاره. الان در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که در انتخابات بعدی 6 و یا 7 صندلی خالی وجود خواهد داشت. یعنی احتمال اینکه 7 نفر جدید تشریف بیارن داخل هیئت مدیره بسیار احتمال بالایی. و دوست من آقای احمدی نکته‌ای که مطرح کردن این بود که اگر این توی این جلسه عمومی مجمع عمومی 7 نفر جدید بیان و به این موضوع رأی داده بشه، ما مجبوریم این موضوع رو توی انتخابات بعدی اعمال بکنیم. معنیش چی میشه؟ معنیش چی میشه که 2017 کنگره انتخابات نخواهد داشت. ما با هم دیگه صحبت کردیم و دیدیم نهادی که پرشورترین در حقیقت اتفاقش اون انتخاباته، توسط انتخاباتی که افراد مختلف سیاست‌های خودشون رو تبلیغ میکنن و طرفداران خودشون رو به مجمع عمومی میکشونن و در حقیقت خون جدید رو توی این نهاد سرازیر میکنن. و اگر ما تصمیمی بگیریم که بخواد انتخابات اینجا رو برای یک سال هم که شده حذف بکنه، ممکنه اون تأثیراتی روی نهاد داشته باشه که واقعا قابل جبران نباشه. یعنی یکی از علت. یه علت دیگر رو دوست عزیزم آقای قاضی مطرح کردن که اونم خیلی جالب بود، چون دو تا سوال اول داشت صحبت میکرد که از 9 نفر چند نفر اعضای هیئت مدیره به حد نصاب میرسونن هیئت مدیره رو، و سوالی بود که این رای از 7 به 6 برسونیم یا نه. و نکته بعدیش این بود که غیبت یا استعفای چند نفر از اعضای هیئت مدیره، آیا باید هیئت مدیره رو موظف بکنه که بیاد یه جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بده. این دو سوال هر دو فرضی که توشون وجود داشت این بود که هیئت مدیره تعداد اعضاش 9 نفره، و بلافاصله بعد از اون ما به سوالی میرسیدیم که این از 9 به 7 تقلیل میاد. صحبت‌های مختلفی شد در مورد اینکه آیا این سوال باید به ابتدای کار اضافه بشه و بعداً سوالای دیگه مشروط بر جوابی که روی اون سوال داده شده بشن یا درصد بذاریم. ولی در اون مقطع ما 10 روز از زمانی که باید این پرسشنامه رو میفرستادیم که الان برای دوستان توضیح دادم، در اون مقطع ما 10 روز گذشته بود. ما الان به اینجا رسیدیم که دو تا سوال رو با هم اختلاف نظر داریم. سوال بعدی این بود که کسانی که بیشتر از 1000 دلار به این نهاد کمک می‌کنند، اسمشون باید روی وبسایت کنگره و یا به هر نحوی خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم نکته آخره. اگر من این نکات اصلی که اگر نتونم بگم، من 3 دقیقه به من فرصت بدید به خدا تمام. 3 دقیقه. سوال بعدی این بود که 1000 دلار هر کسی بیشتر پرداخت میکنه باید اسمش به چاپ برسه. نکته ای که مطرح شد توسط خزانه‌دار ما آقای قاضی مطرح شد این بود که از لحاظ مالی این هیئت مدیره توی شرایط بسیار بدیه و الان محتمله که ما مجبور شیم این هیئت مدیره رو با یک حساب منفی به هیئت مدیرهای دیگه تحویل بدیم. البته تمامی تلاش خودمون رو خواهیم کرد که همچین اتفاقی نیفته، ولی شرایطی که ما داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم این شرایط هستن. نکته دیگه ای که مطرح شد این بود که هدف از این سوال چیه؟ از هم پرسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که هدف از این سوال اینه که افراد نتونن کنگره رو بخرن که 1000 دلار پول بذارن اونجا یا 2000 دلار یا 5000 دلار یا بیشتر و باعث بشن که روی رأی اعضای هیئت مدیره تأثیر بذارن. نکته ای که در جواب این مطرح شد این بود که خب کسی که بخواد یه همچین کاری رو بکنه از بیرون تأثیر بذاره،
با فرض بر اینکه داخل اون هیئت مدیره افرادی هستند که فاسدند و حاضرند در قبال پول رأیشون عوض بکنن، خب اون شخص میتونه این پول رو مستقیم به اون فرد پرداخت بکنه بدون اینکه داخل حساب هیئت مدیره بیاد و بدون اینکه کس دیگه اصلا از این پول پرداخت این پول خبردار بشه. نکته دیگه این بود که $1,000 واقعا عدد پایینیه بخواد، و ما در جلسه قبل تقاضا کرده بودیم که این مبلغ رو به بالای $1,000 ببرن و ما محتمل می‌دیدیم که یک همچین سوالی رأی نیاره. بعد از خودمون پرسیدیم این که این سوال رأی نیاره چه تبعاتی میتونه داشته باشه. یکی از تبعاتش این بود اگر این سوال رو ما از مردم نپرسیم، فرض می‌کنید اصلا ما این سوال رو از هیچ کس نپرسیم و هیئت مدیره $5,000 یا $10,000 دریافت بکنه، اون هیئت مدیره هنوز موظفه که اونجا اون $5,000 رو قید بکنه و بنویسه گمنام یا اسمش رو مشخص نکنه. بعد داخل جلسه مجمع عمومی اعضا همین حق رو دارن که بگن چرا شما اسم ایشون رو مطرح نکردید. بعد اون هیئت مدیره خودش میدونه که چه تصمیمی میخواد بگیره و اعضا خیلی راحت میتونن مقابله بکنن به اون تصمیم. ولی اگر خدایی نکرده این سوال به دلیل اینکه این عدد $1,000 بسیار کم رأی نیاره، اون یه دلیلی میشه برای هیئت مدیرهای مختلف که وقتی که اون رو گمنام نوشتن بگن استناد بکنن به جوابایی که از این سوال گرفتیم و بگن که توی پرسش نظرسنجی قبلی ما پرسیدیم حتی $1,000 گفتن نه لازم نیست، در نتیجه اعضای ما یه همچین شفافیتی نمیخوان. واسه همین حس کردیم این سوال به نفع مطرح شده که واقعا ممکنه خیلی عواقب بدی داشته باشه. خلاصه مطلب اینه که تفاوت ما فقط در دو تا سوال ارزش نداره که زحمت تمامی دوستان زیر کمیته اساسنامه و همچنین خود من، ارسلان، شهرام، آقای مهدی شمس، دوستانی که در سال گذشته کار کردیم، آقای کاوه شهروز که 2 سال پیش کار کرده و بسیار زحمت کشیده و نسخه کاملی رو تهیه کرده، آقای دیوید موسوی که نسخه کامل رو تهیه کرده. اینو بفهمید که واقعا زحمات 3 سال افراد مختلف روی دوش ماست و ما اینجا وظیفه داریم تصمیم بگیریم آیا به خاطر 2 سوال میخوایم تمامی اینا رو به هم بریزیم، یه نفاقی رو بین هیئت مدیره و زیر کمیته به اعضامون باستاب بدیم و باعث جدایی و نفاق بیشتر بشیم. به نظر من این کار رو نکنیم و بیان واقعا با همدیگه تعامل کنیم و هیچ کدوممون به اون یکی نگه که تو دیگه حق صحبت کردن نداری چون نوبت تموم شد. تشکر. خیلی ممنون از شما. 35 دقیقه معذرت می‌خوام ولی سعی کردم تکرار نکنم. معذرت